لا إله إلا الله، الله الله، محمد رسول الله. سلام دوستای خوبم، امروز میخواییم در مورد یکی دیگه از پیام های خدای مهربونمون صحبت کنیم. پیامی که بسیار با اهمیت و فهمیدنش و درک صحیح ازش باعث میشه ما ارتباطاتمون با همدیگه بهتر و محکمتر بشه. خداوند مهربون میفرماید: یا ایها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی پیش شما خبری آورد تحقیق نمایید. یکی از مهمترین چیزهایی که در جامعه باعث مشکلات زیادی میشه و باعث به هم خوردن ارتباط بین مردم جامعه میشه، پذیرفتن خبرها از این طرف و اون طرف، اونم بدون هیچ تحقیقی، با یک سوء ظن و با یک خبر اشتباه از طرف یک فرد و پذیرفتن خبر از طرف دیگری، کینه و کدورت و نفرت بین افراد پیش میاد و حتی به قتل و کشتار بین افراد جامعه کشیده میشه. خداوند مهربونمون برای جلوگیری از پدید اومدن این مشکل به ما مؤمنان سفارش میکنه که هیچ وقت حرف رو از کسی که مورد اعتماد نیست نپذیریم، مگر اینکه در موردش تحقیق کنیم. دوستای خوبم، اگه نگاه کنیم خیلی از مشکلات زیادی که تو جامعه ما پیش میاد، از درگیرهایی که بین افراد جامعه رخ میده، از مشکلاتی که تو خانواده پیش میاد و گاه به جدایی بین افراد میکشه، همه یه رشته تو این چیزی که گفتیم دارن که ما متاسفانه حرف هر کس رو بدون تحقیق میپذیریم، تا جایی که حتی بدون تحقیق از خودمون نسبت به شخص عکس العمل های خیلی زشتی ممکنه نشون بدیم. دوستای خوبم، خیلی از افراد هستن که از ارتباط ما با همدیگه حسودی میکنن، برای همین میخوان این رفاقت بین ما از بین بره و برای این کار با سخنچینی و دروغ بستن بر رفیق و دوستمون میخوان این دوستی رو به هم بزنن. پس هوشیار باشیم که به حرف ناروای اونا گوش ندیم. دوستای خوبم، یکی از جاهایی که این پیام زیاد کاربرد داره دروغ بستن بر خدا و رسول خداست، تا اینکه چیز نادرستی رو درست جلوه بدن یا اینکه برای زشت کردن دینمون و تعالیمش و جلوگیری از رواجش این کارو میکنن. پس با فهمیدن این پیام ما نباید هر حرفی رو از هر کسی بپذیریم، بلکه باید حرفهای افراد مورد اطمینان خدا ترس و آگاه رو بپذیریم. دوستای خوبم، دیدید که خدای مهربونمون چقدر به ارتباطات ما اهمیت میده و برای همینه که ما رو از هر کاری که به دیگری آسیب میرسونه برحذر داشته. پس سفارشات خداوند مهربونمون رو قبول کنیم و بهش عمل کنیم، چون این سفارشات باعث خوشبختی ما در دنیا و آخرت میشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. محمد رسول